درمانگر هستیم، دبیر دفتر جوانان حزب ایران نوین. هم مخاطبین ما اگر ما رو با دقت دنبال کرده باشند، حتما متوجه شدن که در ماه‌های اخیر یک سری تغییر و تحولاتی اتفاق افتاد در حزب ایران نوین، به خصوص بعد از کنگره ما در ماه اکتبر، و مثل هر سازمان پویای دیگه تغییر و تحولاتی داشتیم. آراد پارسال کمی بعد از اعلام موجودیت حزب ایران نوین به ما پیوست و در طول یک سال گذشته با ماهایی که با ما همکاری داشت بسیار برای حزب زحمت کشید. من افتخار این رو داشتم که با آران در کنگره آشنا بشم، چون که آران ساکن بروکسل بلژیک هست و در کنگره‌ای که شما دیدید از حزب ایران نوین، آران در هماهنگی ها در مدیریت اون کنگره نقش بسزایی ایفا کرد و با توانایی مدیریتی که خودش نشون داد، با اون حس تعلق خاطری که نشون داد، دست پیدا کرد که در میون دبیرها باشه و همکاریش رو با ما عمیق‌تر کنه. آران جان، من امروز دارم میخواد ازت بشنوم که سابقه فعالیت سیاسی چی بوده یا علاقه مندیت به این که همراه باشی با مبارزات مردم، چون میدونم که سالیان سال هست که خارج از کشور زندگی میکنی، و اینکه چی شد که به حزب ایران نوین علاقه مند شدی و به کار حزبی علاقه مند شدی. و خب یک استنباط اشتباهی که هست در واقع، خیلی ها فکر میکنن که فعالیت سیاسی یعنی اینکه شما صبح که بیدار میشی مثلا یک عالم توییت بنویسی و تحلیل کنی موضوعات رو. البته که اون بخش مهمی از فعالیت سیاسی هست و بسیار ارزشمند و کمک کننده است، اما نیروهای دیگه هم این راه میطلبه که اکثر کسانی که اون نیرو رو در این راه میذارن معمولا پشت صحنه فعالیت میکنن و نباید اون فعالیتشون نادیده گرفته بشه یا کم ارزش تلقی بشه. و آران یکی از کسانی است که واقعا در یک سالی که به ما پیوسته، به حزب خودش، به خونه خودش، بسیار برای حزب وقت گذاشته. دوست دارم که از همه تجربه از هر چه که دوست داری برای مخاطبین حزب ایران نوین بگی، چون میدونم که بسیار برایشون الهام بخشه و با ابعاد متفاوتی از این که میتونن در مبارزات و در کمک به مردم ایران سهیم باشن آشنا بشن و نشان علاقه من بشن که بیان و اصلا در دفتر جوانان به خودت کمک کنن. میشنویم آران جان. درود بهت نسیم جان، درود به مخاطبینت، مرسی از همه لطفی که به من داشتی. قطعا برای منم افتخار آشنایی با شخص خودت و بقیه هموند و بقیه دوستان هرگز فراموش نمیشه و یک افتخار بزرگی در کارنامه هم ثبت شده. همونطور که گفتی، حزب ایران نوین بیشتر از این که برای من حزب باشه، احساس میکنم یک خانواده است، برای اینکه احساس میکنم همه در کنار هم هدف مشترک داریم و بدون اینکه کسی دنبال نام و اسم و رسم باشه، برای هدفی که خیلی والاست، آزادی کشورمون و رسوندن در واقع آزادی و دموکراسی که لایق اون سرزمین هست، همه با هم داریم تلاش میکنیم و خوشحالم از اینکه عضو این خانواده. همونطور که گفتی، از سال گذشته وقتی که ایران نوین تأسیس شد، از طریق دوستان وقتی با هم صحبت کردیم و به من گفتن که حزبی هست که اونجوری که من فکر میکنم در واقع بنیاد شده و تأسیس شده، چی از این بهتر، با خوندن در واقع اون آیین‌نامه موقتی که اون زمان وجود داشت، احساس کردم که اون هدفهایی رو که من دنبالش هستم میتونم نیروی خودم رو در این حزب، حالا با هر اسم و هر سمتی که هست، همراه کنم و به عنوان یک هموند درخواست دادم، مصاحبه شدم و طبق تشخیص دوستان عزیز از دفتر سیاسی، امور سیاسی و روابط دیپلماتیک شروع کردم و به عنوان عضو دفتر بودم در این یک سال گذشته، که خوشحالم اونجا تونستم اونجوری که باید در اون تایمی که داشتم در اون زمان مفید باشم. و وقتی که بحث کنگره، نخستین کنگره من مطرح شد و یکی از انتخاب ها و در واقع شهرهایی که بهش فکر کرده بودن دوستان بروکسل بود، شاید به خاطر مسئله ژئوپلیتیکی که داره،
وجود اتحادیه اروپا و میدونیم که شهر مهمی هست، بله بر من خیلی خوشحال بود. چه از این خوشحال کننده بود، چه از این بهتر که در شهری که من زندگی میکنم نخستین کنگره حزب ایران نوین در اونجا برگزار بشه. و قطعا چون اینجا بودم سعی کردم به جای شماهایی که دورتر از من بودین اگر کاری میتونستم در هماهنگیش انجام بدم که یک وظیفه در واقع حزبی بود. و قطعا با وجود مهمان عزیزی که داشتیم والا حضرت یاسمین پهلوی تبدیل شد به یک در واقع وظیفه ملی که تا اونجا که میتونم کارم رو به خوبی انجام بدم، کمک کنم جای شما که نیستیم اینجا باشم که تا اونجا که میتونیم در واقع کنگره رو به خوبی و شایسته شخص ایشون و شایسته نام ایران برگزار کنیم. و جای خرسندی برام داره که دوستان به حال راضی بودن. بعد از کنگره حامد شیبانی عزیز نه فقط دوستان راضی بودن، بلکه بازتاب خیلی خوبی داشت در همدان دوستان. فکر میکنم که تاثیرگذاری خیلی بالایی داشت به با عنوان اولین کنگره. هممون کم خواستهی بود، اما در کل بسیار بسیار راضی کننده بود. قطعا واقعا من هم همین احساس دارم. و بعد از کنگره که حامد شیبانی عزیز با من تماس گرفت و به من پیشنهاد کرد که دبیری دفتر امور جوانان رو بپذیرم، خب این هم برای من باز دوباره همونطور که گفتی از اینکه من به عنوان یک هموند برام فرق نمی کرد در هر جا و در هر سمتی باشم، ولی خب دبیر شدن مسئولیت فراتری رو دوش من گذاشت و خوشحالم که دوستان در واقع من رو شایسته این مسئولیت دونستن، چون به هر حال همه دفاتر مهم من، ولی به شخص معتقدم دفتر امور جوانان یکی از دفترهای خیلی مهمه با توجه به نسل جوان ما، با توجه به انقلاب ملی که در کشور ما شکل گرفته و امیدواریم و قطعا به نتیجه خواهد رسید. میدونیم که نیروی اصلیش جوانان هستند، پس پرداختن به امور جوانان و تقویت در واقع جوانان در این را فکر میکنم یک وظیفه‌ایه که بار سنگینی اگر هست ولی افتخارش انقدر بالاست که واقعا بر من خیلی خوشحال کننده است. و خیلی خوشحالم با دوستانی که الان دارم کار میکنم، تک تکشون بچه های ایران دوست که دغدغه‌شون ایران، آزادی ایرانه. همه اینا باعث میشه که به قول خودت گفتی با توجه به مسئله روزمره‌ای که داریم، هر کدوم شغل، کار، گرفتاری، هر چیزی که هست، ولی انقدر این وظیفه و این کار و فکر میکنم برای رسیدن به هدفمون انقدر بالاست و انقدر انرژی های خوب میگیریم از دوستان و از بچه ها، از همین بازخوردهایی که داریم از هموطنانمون از داخل ایران میگیریم، همه اینا باعث میشه که انگار قوی تر و قوی تر انگیزه ما قوی تر میشه و ادامه میدیم. و دفتر جوانان هم امور جوانان یکی از دفاتری هست که قطعا از رسانه، از طریق زحمت خود شما و بچه دفتر رسانه دوستان دنبال میکنن که جوانان ما چقدر فعال هستند و اگر حتی خیلی کارها شاید در حزب دیده نمیشه، رسانه ای نمیشه، چون خیلی از کارهایی که یک حزب انجام میده و افراد اون حزب انجام میدن مثل صدور بیانیه ها، روابطی که ایجاد میشه و کارهایی که در واقع اعضای حزب به عنوان فعالیت حزبی دارن در زمینه های مختلف انجام میدن، خیلی وقتا رسانه ای نمیشه و اینها اثراتش در آینده قطعا دیده خواهد شد. ولی تک تک بچه ها فعالن، تک تک بچه ها دارن تلاش خودشون رو میکنن و خیلی خوشحالم از اینکه چنین دوستانی جمع شدن و روز به روزم خانواده ما داره بزرگتر میشه. اتفاقا همین رو میخواستم بگم که من پیش بینیم اینه که در آینده دفتر جوانان یکی از شلوغ‌ترین دفاتر بشه و دیپارتمان های متعددی درش داشته باشه. برای کسانی که حالا چه جوانان خارج کشور چه داخل ایران که علاقه‌مند هستن که به عضویت حزب ایران نوین در بیان و در دفتر تو فعال باشن،
میتونی کمی از برنامه ها بگی یا کمی از نحوه فعالیتی که اون و یا هدف ها و اون استراتژی که چیدی، اون چشم اندازی که برای دفتر خود تهیه کردی؟ قطعا قطعا به هر حال بر اساس یک آیین نامه دفتر فعالیت میکنه، همه دفاتر ما در حزب ایران نوین، و آیین نامه دفتر جوانان، امور جوانان هم در واقع بندهایی که داره به امروز جوانان، به فردای جوانان، فردای آزادی ایران و حتی برنامه ریزی هایی که در آینده ایران میخوایم بپردازیم، همه اینها در آینده در آیین نامه ما ثبت شده و اینها همه بندهای آیین نامه ما هست. مثل شناخت حزب و اصلا تحزب به در واقع جوانان ما، که این خودش یک مسئله بسیار مهمه. ما خب در تو ایران هرگز در آموزش پرورش جمهوری اسلامی بهش پرداخته نشده، اصلا پرداخته نشده و این واقعا یک موضوع جدید هست و شاید به خاطر همینه که خیلی از دوستان فرق بین حزب و یا یک انجمن یا یک سازمان گروهی رو در واقع فرقش رو نمیدونن، فکر میکنن که اوکی خب هر کسی یک مبارزه ای میکنه داره یک کار حزبی میکنه، یا همه کار سیاسی رو به عنوان کار حزبی خلاصه میکنن، ولی خب اون در واقع دفتر در حزب ما و در دفتر جوانان، دفتر خودم که میخوام در موردش صحبت بکنم، قطعاً اولین چیزی که خیلی برام مهمه اینه که هر کدوم از در واقع بچه‌هایی که عضو دفتر جوانان هستن داره یک تشخص تشکیلاتی بشن، هر کدوم به عنوان یک هموند در واقع اون تشکیل با تشکیلات حزبی و کار حزبی آشنا بشن و رعایت بکنن. یکیش مثلا همینه که به اموری که مسئول به اون مربوط به اون دفتر هست در واقع پرداخته بشه. دفتر جوانان یکی از امورش روابط و ایجاد روابط با کشورهای مختلف که میتونه دغدغه در واقع مشترکی بین جوانان ایران و کشورهای دیگه داشته باشه، یکی از رایزنی ها و روابط برقرار کردن یکی از اموری هست که ما بهش میپردازیم. یکی از امورش همون میگم شناخت تحزب و حزب رو معرفی کردن به نسل جوان ما، چه نسل جوانی که در داخل ایران هستن، چه جوانانی که نسل دوم و سوم ایرانی در بعد از مهاجرت در واقع اینجا به دنیا آمدن، بیرون از ایران به دنیا آمدن، جمع کردن این جوان ها در کنار هم دیگه. و بحث آموزش و پرورش که گفتی، یکی از چیزهایی که در واقع آیین نامه بهش میخوایم بپردازیم و داریم میپردازیم و در آینده در واقع این عملی میشه، اونطوری که گفتم شاید چیزی نیست که الان در موردش در رسانه صحبت بشه، بحث آموزش پرورش یکی از بحث هایی هست که برای نوجوانان و جوانان قطعا یک لزوم حساب میشه و یک حزب میتونه به اون بپردازه که آموزش و پرورش رو بسنجه که در حال حاضر در چه وضعیتی قرار گرفته و ما در ایران آزاد، در ایران فردا میخوایم به این مسئله چگونه بپردازیم، چه چیزهایی رو میخوایم درش به وجود بیاریم که امروز وجود نداره و چه چیزهایی که امروز وجود داره و نباید باشه رو با چه در واقع سیاستی و با چه شیوهی میشه از بین برد یا حذف کرد. بحث جوانان انقدر گسترده است چون جوانان در درونش ما جوانان دختر داریم، در نتیجه یک بحث زنان درش باز میشه. به نظر من اگر ما بتونیم بگیم یک حزب رو به پیکر یک انسان تشبیه بکنیم، برای من دفتر امور جوانان مثل پاهای اون پیکر میتونه باشه، برای اینکه رونده است، پیشروه و جلو میره و قطعا دفتر امور جوانان یکی از مهمترین دفاتر، همونطوری که در احزاب اینجا میبینیم. من در بلژیک عضو حزب لیبرال دموکرات بلژیک هم از سال 2015 هستم و اینجا هم میبینم دفتر جوانان حزب لیبرال و بقیه احزاب به شدت فعالن و به شدت مشغولن. چرا؟ چون امروز عرصه جوانان در سیاست، چند روز گذشته در فرانسه برای اولین بار یک نخست وزیر 34 ساله منتصب شد و ما میبینیم جوانان چطور وارد عرصه سیاست شدن. در ایران که جوانان ما واقعا گل کاشتن و داریم میبینیم و اصلا جالبه، خیلی جالبه اشاره کردیم که در یکی دو دهه گذشته
هرچی که رو به جلو رفتیم اتفاقا سن سیاستمداران میانگین سنیشون در سراسر دنیا پایین تر اومده، در حالی که سابقا به صورت ترادیشنالی اینطور نبود و میدیدیم که سیاستمدارها از البته خب میتونه نقاط مثبت و منفی خودش رو داشته باشه، اما برای کشور ما که من یادم همیشه که کشور جوان تلقی می شد و اشاره کردی به اینکه دفتر جوانان پاهای حزب هست، من فکر می کنم این فرم زیبایی که به کار بردی رو برای مبارزات مردم در داخل کشور هم به کار برد، یعنی ما حداقل در خیزش شهریور ماه پارسال که حدود 5-6 ماه به طول انجامی پاهای اون انقلاب ملی ایران هم در واقع همون جوانانی هستن که نه تنها در انقلاب نقشی نداشتن، بلکه وقتی که مثلا من سنای خیلی از جاویدنامه رو میدیدم که در همون سالهایی که خاتمی یا حتی بعد خاتمی بر سر کار بودن اینا به دنیا اومدن و تازه اون موقع نوزاد بودن، یعنی در اصلاحات همیش نقش نداشتن، اما امروز بیشترین هزینه رو بابت وجود نظام جمهوری اسلامی که کشور ما رو اشغال کرده دارن بیشترین هزینه رو اونا میدن و فکر میکنم که واقعا لایق این هستن که یک توجه ویژه‌ای بهشون بشه، چه در مرحله پیش از براندازی که الان هستیم چه پس از براندازی. دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه واقعا همطور که میگی پرداختن بهشون در واقع یک اگر که ما داریم وظایف ملی رو انجام بدیم، پرداختن به امور جوانان یکی از مهمترین وظیفه هاست به نظر من، و نه تنها در بحث انقلاب، در ساخت کشور، در آینده ای که قرار کشوری که ما به هر حال تحویل میگیریم، سازندگی اولین قدمیه که بعد از اینکه ایران آزاد شد و در امور سازندگی اون جوانان هستن. قطعا اینجا من اصلا مخالف بزرگترها نیستم، چون یک سنتی خاص هم در درونم دارم، ولی قطعا میشه از گذشته بزرگان و گذشته کسانی که راه را هموار کردن، میشه را بهتر بگم، جوانان از اون گذشته، از اون تجربه در واقع بهره ببرن و با نیروی جوان برن جلو و اونها هم که میسازن نشون داده تاریخ. و ما الان داریم میگم حتی در عرصه بین الملل هم اینو میبینیم، جوانانی که وارد عرصه سیاست شدن در تمام دنیا، حتی رؤسای احزاب همه با سنهای زیر 30 سال ما داریم، با سنهای کم رؤسای احزاب شدن و شاید هنوز اون قدیمی ها وجود دارن، ولی رفتن عقب نه به عنوان اینکه جا رو خالی کنن یا بکشن کنار یا نه، ولی هستند، ولی گذاشتن جوان ها در واقع سکان این کشتی رو جلو ببرن و اونها هم 100% موقع نیاز میان جلو و موقع نیاز حمایت میکنن. جوانان ایران که حالا حتی از بعد از 57، حالا نسل جوان امروز، ماهایی که خودمون بعد از 57 به دنیا آمدیم، بخوایم نخوایم یه جورایی زندگیمون با سیاست گره خورده. یعنی من نمیتونم بگم اگر که کسی بعد از فاجعه 57 به دنیا آمده باشه و تمام اون چالش ها رو گذرونده باشه که ما گذروندیم و هنوز بچه ها دارن میبینن و دارن هنوز در اون محیط زیست میکنن و دارن اونا رو هر روز باش دست و پنجه نرم میکنن، اگر دغدغت کشورت باشه، اصالتت باشه، تاریخت باشه، نمیتونی خونسا باشی. خواه ناخواه برای تو فضا، اتمسفر سیاسیه، خواه ناخواه برای حفظ تاریخت، برای حفظ کشورت، برای حفظ خاکت، خواه ناخواه تو وارد سیاست شدی، چون داری تو اون فضا، در اصلا فضای سیاسی زندگی میکنی، نفس میکشی. اونایی که خب حالا یا خونسان یا معلوم الحالن یا هر چیزی، به هر حال تکلیفشون مشخصه، ولی بچه هایی که الان این موج جدید ملیگرایی که به وجود اومده، تمام این چالش هایی که ما دیدیم، میرن میگردن عکس های پهلوی رو پیدا میکنن از قدیم که روی موبایل میذارن، نمیدونم در دیوار اتاقشون میذارن، در دیوار اتاقشون میذارن،
برات بدنشون در واقع خالکوبی میکنن، چیزی که شاید چند سال گذشته اصلا فکرشو نمی کردیم، ولی همین جوانهای پیش رو دارن نشون میدن که بر چه اساس این کار میکنن و اون تعلق خاطری که به کشورشون دارن، به تاریخشون دارن و تجربهشون رو دارن با گذشته مقایسه میکنن. یعنی به نظر من این هوشمندی این نسل نشون میده که خودشون بدون اینکه حتی وادار بشن یا کسی بهشون بگه، با قیاس تاریخ، با قیاس چند سال گذشته، با چیزی که توی این مدت بعد از 57 این 44 ساله دیدن یا شنیدن یا الان دارن در واقع اثراتش رو میبینن، باعث شده که بفهمن که چه بود و چه بر سرش آمد و خودشون انقدر هوشمندانه انتخاب کردن. و خب پس این نسل احتیاج به کمک داره، این نسل احتیاج به رسیدگی داره. وقتی که خودشون خودجوش انقدر توانمندن، انقدر در واقع میشه گفت میهن دوستن، خب یه همچین انرژی پتانسیلی چطور میشه بهش نپرداخت؟ برای اینکه یک دریچه رو باز کردن اینها به روی آزادی، یه دریچه باز کردن به روی ایران سربلند که شاید چند سالی متاسفانه بهش جفا شد، ولی این جوانان اون جفا رو دیدن، نسل جدید اون جفا رو دیده و حالا واقعا میخواد به پاس تمام اصالت، تمام افتخاری که گذشته برای ایران داشته، الان قدردان اومده جلو و قدردان میخواد کشورش رو پس بگیره. چی از این بالتر؟ این جوانان رو میشه حمایت نکرد؟ میشه بهشون نپرداخت؟ قطعا. و ایران نوین خوشبختانه حزب ما یه رابطه خیلی خوب با جوانان برقرار کرده. این چیزی که من در اونها میبینم، اهل تحقیقن، اهل بررسیان، موشکافی میکنن و این خیلی به نظر من برای ما با ارزشه که با دید واقعا میشه گفت موشکافی این بچه ها و با دید دقت این بچه ها ما انتخاب میشیم و برامون درخواست هموندی میاد اینقدر زیاد از نسل جوان و اینقدر زیاد حتی از بچه های ایران. خب این یعنی که تا به حال بچه های ایران نوین کاری که کردن، سعی کردن در خط درست باشن، در خط درستن و قطعا همین انگیزه رو بالا میبره که تک تکمون واقعا اینطوری که باید پیش بریم و اونجوری که شایسته این اعتماده، اعتماد بچه ها، اعتماد نسل جوان در واقع برای ما یک وامه که ما در واقع از بچه ها میگیریم و در ایران آزاد باید بهشون پس بدیم و پس میدیم. دقیقا، حتما قطعا همینطور خواهد بود و من ذره شک ندارم. من با چند تن از بچه های دفتر جوانان در رابطه روزانه هستم و پر از انرژی و پتانسیل هستن و پر از ایده هستن و خیلی من فکر میکنم که احتیاج دارن که جوانه بیشتری بهشون بپیونده تا بتونن این ایده ها رو پیش ببرن و امیدوارم که موفق باشن. سپاس از وقتی که مرسی از شما نسیم عزیز، مرسی و تبریک میگم یک سالگی حزب رو به خودت، برای اینکه میدونم یکی از اعضای بسیار مهم و تاثیرگذار بودی و همیشه مشغولی، همیشه داری زحمت میکشی. تبریک میگم به تمام هموندای حزب، از دبیر دفاتر تا هر کدوم از اعضایی که هموند این حزب شدن در این مدت و هموندای جدیدمون که میخوام به ما بپیوندن هم همینطور و به امید آزادی ایران و ممنونم از این.